برام خداوند بخشاینده و مهربان با سلام وقت همگان بخیر. انشالله در هر گوشه و کنار که هستین خوب و جور صحتمند و سرحال باشین، دور از گزند و روزگار بوده باشین و امروزتان را به خوبی آغازگر بوده باشین و تا این دم هم انشالله که به خوبی سپری شده باشه. باز هم برنامه خودتان برنامه جهان صحت آغاز شد. ما و دکتر صاحب حامد قادری امروز در خدمت شما هستیم. شما هایی که سوال در رابطه با موضوع امروز که قبضیت است اگر داشته باشین، میتونید با شماره تماس 0784 39 39 40 با تماس شوین که زیرنویس تلویزیونتان همچنان هست. هر سوال داشته باشین میتونید بپرسین و دکتر صاحب هم بدون کدام مشکل براتون انشالله پاسخ خواهد دادن. سلام دکتر صاحب، عصرتان بخیر. خوش آمدید. سلام خدمت شما، خدمت تمام بیننده های ارجمند تلویزیون جهان. خوشحال هستم که امروز باز مهمان برنامه زیبای شما هستم. حس شما همچنان بخیر. تشکر، شما زنده و سلامت باشین دکتر صاحب. ما هم خوشحال هستیم که امروز هم شما رو با خود داریم و موضوع امروز هم خیلی موضوع خوب را انتخاب کردین در رابطه با قبضیت. میشه در آغاز بگوین چون خیلی ها چون بیننده هستن و نمیفهمن که منظور از ای که مثلا یک دکتر میپرسه قبض هست یعنی چی هست، در آغاز بگوین قبضیت چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قبضیت یک از موضوعات هستن که اکثر افراد کمتر تمایل دارن در بریز صحبت کنن، حتی با وجودی که مریضای پیشمامه یا اختلاط هم دارن و درد شدید هم می داشته باشن، سایر اعراض و علائم همچنان دارد، ولی باز هم اینها خودداری میکنن که با دکتر و یا با سایر افراد اینها مشوره کنن. خب اگر به طور کلی ما یک تعریف کنیم، این قبضیت عبارت است از دفع مواد غایطه به شکل خشک و سخت به نام قبضیت میگن که اکثرا با درد همراه می باشد. ولی اگر از نظر کلینیک باز تعریف کنیم، باز قبضیت میگیم با حالت گفته میشن که یک فرد نرمال کمتر از 3 بار در هفته همی اجابت مزاج کنن و یا رفع حاجت کنن، این را به نام قبضیت یاد میکنن. بله عالی. ولی در مجموع اگر ما بگیم قبضیت در همی رفع حاجت در نزد افراد متفاوت هستند. یک فرد ممکن است در هفته 3 بار همی رفع حاجت کنن، ولی بعض افراد حتی در روز 2 بار یا 1 بار رفع حاجت میکنن. بنابراین در بعض افراد متفاوت است که یعنی عرض یکی از مشکلات هستند که اکثریت بیمارا در شفاخانه مراجعه میکنن و این تقریبا 2 تا 5% تمام افراد در جهان ایره مصاب کردن. بله و خوب است که تعریفش همچنان داشتین چون خیلی از بینده ها هستن که نمیفهمن. گفته شما تمایل ندارن که در رابطه به این موضوع بدانن یا هم سوال پرسان بکنن از کسی. در رابطه به عوامل آن بگین، عواملی که باعث میشه که یک فرد قبض شوه کدام عوامل است؟ خب در مجموع هر عامل مختلف دارن. بله. اگر ما عواملش را تقسیم بندی کنیم، یک عامل تقسیم بندی میکنیم نظر به سبک زندگی افراد و دومش هم رژیم غذایی و در پلوش هم تقسیم بدی میکنیم به امراضی که باعث قبضیت میشه. در قدم نخست با کدام میکانیزم یا چگونه یک قبضیت به وجود در نزد فرد میاد؟ در حالت نرمال روده ها آوی تحرکیت هستند، از خود فعالیت دارن که با وجودی که مواد غایطه مواد موثر زیر جذب میکنن، یک مقدار فاضله زیر اخراج میکنن. بنابراین هر عامل باعث شوند که حرکت روده ها بر هم بخورن از حد نرمالش کمتر شوند، این باعث میشه که نزد فرد قبضیت به وجود بیاد. خب تقسیم بندی رو ما کردیم، گفتیم عواملی که مربوط به رژیم غذایی یا سبک زندگی افراد میشن و دوم مربوط به انتانات و سایر دلایل همچنان دارد. در قدم نخست سبک زندگی افراد اول رژیم غذایی زیاد میباشد. افرادی که کمتر آب می نوشند در نزد بسیار همی قبضیت موجود هستند. دوم افرادی که غذاهای کم فایبر نوشیجان میکنن. ببینین غذاهایی که اوی فایبر هستن مانند میوه‌جات، سبزیجات و تمام غذاهای سبوسدار و غلجات، اینها اوی فایبر هستن، برشان خوب هستن. در پالویزی یک تعداد عوامل مانند استرس و استراب افرادی که داشته باشند ممکن است مصاب به قبضیت شوند. افرادی که عدم تحرکت و فعالیت های فیزیکی دارند، یک فرد تحرکت ندارد، فعالیت فیزیکی انجام نمیتواند، ورزش نمیکند، بنابراین ازشان قبضیت به وجود میاد. در پالویزی افرادی که کمکاری غده تایروید دارند، کمکاری غده تایروید باعث میشن که علمی قبضیت همچنان ازش به وجود بیاد. همچنان امراضی که سیستم هضمی درگیر میکنند، به طور مثال یک فرد زمانی که مصاب به سندروم ایرتیبل باول سندروم و یا سندروم تحریک پذیری روده هستند. در پالویزی افرادی که حمل دارند، ببینید زمانی که خانم حامل میشن فضایی که در داخل بدن هستن اینها یک مقدار چون جنین در حال رشد هستن، بنابراین که حرکت روده ها کاهش پیدا میکنن، در نزد یا به وجود میان.
دیگه کسایی که سایر امراض سیستم هضمی دارن، به طور مثال سرطان های سیستم هضمی دارن، در مجموع اینمی عامل باعث میشن که نزد یک فرد قبضیت به وجود بیان. بله علی، و در رابطه به عواملش همچنان یادآور شدین، در رابطه به اراض و علایم آن یادآور شدین. ببینین، از پرده تلویزیون جهانی جهان میخوایم به تمام بیننده‌های عزیز بگویم که خود قبضیت یک عرض است که یک بیمار میاد به دکتر شکایت میکند که این عرض میتونه ناشی از سبک زندگیشان باشن یا بیماری ها باشن. خب در قدم نخست خود یک این همیستن که فرد در کمتر از 3 بار در هفته این همی رفع حاجت نمیکنن. در پالویزی افراد در هنگام رفع حاجت یک مقدار دردهای شکمی می داشته میشه، شکمشان درد میکنند. در پالویزی استفراغات ممکن است نزد افراد به وجود بیان، یا افراد میرن تشناب یا رفع حاجت میکنن احساس میکنن که تخلیه به وجود نامدن. اینی اعراض ممکن است همچنان امرو با اینمی مرض یا عرض نزد افراد به وجود بیان. خب به این افراد بنابراین چون این عوامل مختلف هستند، بنابراین بعضی‌ها بیشتر پیشنهاد میشن شما کارهای انجام بتین و غذاهایی را بخورین تا اینمی اعراض و اینمی عوامل کاش پیدا کنن. به طور مثال اگر یک فرد ناشی از یک مشکل مثلا سبک رژیم غذاییشان باشن، باید این را کنترل کنن. خب بعضی افراد بیشتر پیشنهاد میکنن که شما کوشش کنین از آب بنوشین. روزانه یک فرد ضرورت داره تقریبا 1.5 تا 2 لیتر آب بنوشن. اینمی نوشیدن آب باعث میشن که یک مقدار چون جذب میشن از طریق اما دوباره یک مقدار دفع میشن، باعث میشن که قبضیت دفع شن. در پالویزی کوشش کنن غذاهایی را بگیرن که اینمی ها سبزدار باشن، غذاهایی که فایبر بیشتر باشن تا اینمی مشکل نزدشان رفع شوند. غذاهایی که سبزدار هست به طور مثال بیشتر هم گفته میوه‌جات هست، سبزیجات هست و همچنان اینها فایبر دارن و همچنان غذاهایی که سبزدار هست مانند غلات یا استفاده کنن تا این مشکل در پالویزیشان دفع شن. و کوشش کنن که از خود تحرکیت نشان بتن تا اینمی اعراض و علائم نزدشان بهبود پیدا کنند. تحرکیت به طور مثال ورزش های عادی مانند قدم زدن، ورزش کردن و یا یک بسود فعالیت داشته باشند. ببین اکثریت بیمارایی که بر ما مراجعه میکنند اینها افرادی هستند که سنشان بالاستند. بنابراین افرادی هستند که سنشان حتی بالاستند چون یا یک فعالیت فیزیکی ندارند. در پالویزی هم چون اینا سنشان محسن هستن، اگر فعالیت کنن برش خودشان ناراحت کننده میشه، کوشش میکنن استراحت کنن و ما شما در فرهنگ ما قسم میشن زمانی که یک فرد محسن میشن و نه ایمانو که فرد از خود فعالیت داشته باشه کارهای اکثر کارهایش ما انجام میتیم. خب بنابراین یا باید کوشش کنن که انمی فعالیت کنن. در پالویزی بعضی افراد باید اگر فعالیت هم نمیتونن کوشش کنن غذاهایی رو بگن که این فایبر داشته باشن که تا این مشکلات نزدشان حل شد. تشکر از شما دکتر صاحب که در رابطه به اعراض و علایم آن یادآور شدین و شماهایی که از مشکلات قبضیت رنج میبرین یا هم هر مشکلی که داشته باشین میتونین با شماره تماس 0704-3939-40 به تماس شوین که روی صفحه تلویزیون شما همچنان هست و دکتر صاحب بدون کدام مشکل به شما انشاءالله پاسخگو خواهد بودن. دکتر صاحب این بالای ای که چگونه یک فرد تشخیص بکنه که قبضیت داره و یا خیر؟ خب یک فرد خودش زمان بر ما مراجعه میکنن که درد شدید میداشته باشن. تقریبا 90 الی 95% افراد زمان بر ما مراجعه میکنند که اینها یک درد شدید داشته باشن و اینها از ناشی از اون درد شکایت میکنن که دکتر صاحب شکمم درد میکنن. در پالویزی سایر حوامل همچنان میتونن نقش داشته باشن. خب تشخیص زی بیشتر زمان صورت میگیرن که اینها اگر نزد ما میان با ما تشخیص ما متفاوت تر هستن. قسمی که در تمام این برنامه هایی گفتیم در قدم نخست عبارت از عغز تاریخچه این باشد، عبارت از تاریخچه منظم مفصل و به ترتیب از شکایات مریض امور به نام عغز تاریخچه میگن. در پالویزی ما کوشش میکنیم که با وجودی که از این پرسان میکنیم که در پالویزی کوشش میکنیم که یک تعداد معاینات برزی انجام بدیم که با معاینات فیزیکی و معاینات لابراتوری و معاینات تصویری که انجام میشه ما میتونیم اینو تشخیص کنیم که آیا فرد مصاب به قبضیت است و یا خیر. و یا در قدم نخست اگر ما یک تاریخچه میگیریم پرسان میکنیم که در یک هفته شما چند بار رفع حاجت کردید.
در پالویزی ما پرسال میکنیم که معاینات فیزیکی ما شامل چارچی میباشن، اول تفتیش، جسد، قره و ازغا میباشن که ما میبینیم که کدام مثلا کدام قسمت یا پونیده نباشن یا بندش اما موجود وجود نداشته باشن یا زمانی که ما جسد میکنیم شکم زیان کدام کتلی نباشن، این بر ما کمک کنه. معاینات ما دو بخش تقسیم کنیم، معاینات تصویری و معاینات لابراتوری. در معاینات لابراتوری اکثرا معاینات انجام میشن که ما رفع کنیم که آیا مثلا به طور مثال در مواد غایتیز یا خون هست یا خیر خونهای مخفی، آیا کدام میکروب یا کدام انتان باعث این مشکل شده یا خیر. ولی در پالویز یا معاینات تصویری میباشد. معاینات تصویری که ما انجام میتیم میتونیم مانند کلونوسکوپی میباشد. کلونوسکوپی یک معاینه هستن که از طریق مقعد یک دانه کامره هستن که داخل میشن و بعد تمام امی اما را ارزیابی میکنن که مثلا آیا بندش وجود دارد، آیا کدام کتله هستن، چی باعث شده که این قبضیت نزدش به وجود میاد. در پالویز هم باریم اینما هستن که باریم اینما را ما هم به خاطر تداوی هم به خاطر تشخیص میتونیم استفاده کنیم. بله، تشکر از شما دکتر صاحب. و در رابطه به تشخیصش یادآور شدین، از این همیشه یادآور شدین که چگونه میتونیم تداوی بکنیم. خب به خاطر تداوی افرادی که مصاب قبضیت هستن مختلف موجود هستن. بله. ولی اگر ما برای تمام بیننده عزیز میخواییم بگیم که در قدم نخست یا کوشش کنن که از کارهای را انجام بتن، مثلا به طور مثال ورزش کنن، چون بیشتر گفتیم که ورزش بسیار نقش عمده داره تحریکت از خود داشته باشن. در پالویزی یا کوشش کنن که امی آب زیاد بنوشن، بلخصوص در فصل گرما. در فصل گرما چون زمانی که هوا گرم میشن یک مقدار مایعات از بدن اطراح میشن، به طور مثال انسان عرق میکنن، چش نزود میشن، بنابراین کوشش کنن آب زیادتر بگیرن. افراد نرمال با فعالیت نرمال تقریبا روزانه باید 1.5 لیتر آب بگیرن. بله. تا این مصاب نشن. خب غذاهایی بگیرن که فایبردار باشن. ولی در پالویزی دواها وجود دارن که ما دواها را میتونیم استفاده کنیم به خاطر تداوی این بیماری. به طور مثال ما دواهای استفاده میکنیم که آوی فایبر هستن. فایبر کدام دوا دارن؟ به طور مثال در بازار امروزه در اکثریت دواخانه موجود میباشد، به نام دوای اسپاگول هستن که اینها آوی فایبر زیاد هستن و اینها بسیار مؤثر هستن. کسایی که مثلا مصاب به قبضیت باشن به زود توصیه میشن. در پالویزی ادویه‌جات داده میشن که اینها لگزاتیف هستن یا ادویه‌های مسهل کننده مواد غایت هستن. خب از یا مثلا ملک آف مگنیزیم برایشان میتونن که شربت هایش هستن از یا استفاده میشن، میتونن از این استفاده کنن. در پالویزی سایر دواهایی هستن که اینها به خاطر اینمی سیستم به خاطر مشکل سیستم هضمی میتونیم ما استفاده کنیم، بلخصوص افرادی که قبضیت دارن. بله، تشکر از شما دکتر صاحب. بعد در صورتی که یک فرد حاضر به این نشه که مثلا قبضیتی که همیشه وقت براش ایجاد میشه را تداوی بکنه، در عدم تداوی کدام مشکلات یا اختلالات براش به بار میاد؟ خب اختلالات و مشکلاتی که نزد یک فرد به وجود میاد مختلف هستن. ببینید زمانی که یک فرد به شکل مزمن مصاب به قبضیت هستن و تداوی صورت نمیگیرن، این باعث میشن که چون زمانی که مواد غایطه به شکل خشک سخت باشن، بنابراین مشکلات مربوط به مقعد نزجا بوجود میاد. در قدم نخست ممکن است نزجا انال فشار بوجود بیاد. انال فشار یا فشارهای مقعدی. فشار مقعدی به کدام حالت گفته میشد؟ به حالت گفته میشد که یک قسمت از مقعد زمان عبور اینمی مواد غایطه چون سخت بوده، خشک بوده و زیاد بوده پاره میکنن که بسیار دردناک هستن و غیر قابل تحمل هستن. اکثریت بیمارایی که اینمی انال فشار دارن چیغ میزنن، حتی با وجودی که اون نفر چیغ میزنه فامیلشان هم چیغ میزنن، گریان میکنن، ناله میکنن به خاطر اینکه بیمار چیغ میزنن. در پالویزی ممکن است حتی باعث هموروید و یا بواسیر نزد افراد شوند و همچنان ممکن است سایر پرولاپس مقعد شوند. زمانی که مواد غایطه به شکل سخت بیرون میشن، حتی مقعد هم ممکن است به طرف بیرون خارج کنند که اینمی اختلالات هم میتونه به وجود بیاد. دیگه خونریزی هستن که ممکن باشه. ولی یک بخش دیگه که بسیار مهم هستن، ممکن است حتی اینمی مواد سخت غایطه باعث بندش اما شوند. بندش اما باز یک واقع جرایی هستند که در صورتی که با سایر اتمامات و سایر تداوی که ما داریم اگر بازوا صورت نگیره باید تداوی شد و اینمی مشکل رفع شوند. بله، تشکر از شما دکتر صاحب. و دکتر صاحب حامد قادری را با خود میداشته باشیم. الا ساعت 3 با ما همراه باشین. یک میان برنامه کوتاه میگیریم، دوباره زود برمیگردیم.
سلام مجدد دوستان عزیز، برگشتیم در ادامه برنامه خودتان. برنامه جهان ساعت قرار داریم ولی ساعت 3 در خدمت شما هستیم. خوشبختانه که امروز باز هم دکتر صبح محمد قادری را با خود داریم و در رابطه با موضوعی که انتخاب کرده بودن قبضیت بحث میکنن و خوشبختانه که امروز دو موضوع رو در برنامه انتخاب کردن. در آغاز در رابطه با قبضیت صحبت داشتن که فقط چند سوال دیگه باقی مونده که انشالله از دکتر صبح پاسخگو خواهیم بود و همچنان در رابطه با سوراخ های قلب هم صحبت های خواهیم داشت. شما هم تا آخرین دقیق برنامه بیننده باشین. دکتر صبح بهم سرزی که شکر چقدر رول داره بالای قبضیت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید شکر یک مرض هستن که در مجموع تم زیادتر افراد بالخصوص در افغانستان مصاب به این بیماری هستن. خب با وجودی که سایر خود ارگان ها را درگیر میکند، این شکر میتونن همچنان سیستم هضمی را درگیر کنند و حتی میتونن از یک فرد قبضیت به وجود بیارن. اکثریت افرادی که مصاب به شکر هستن، اینها همچنان از قبضیت شکایت دارند. خب اینها با کدام مکانیزم باعث میشن که قبضیت نزد به وجود بیاد؟ چون این افراد زیاد می نوشد، با وجودی که زیاد می نوشد زیاد اطراح میکنند. پس پول یوریا دارد و همجنان خود پول جیپسیا دارد، پول فجیا دارد. هم می خورد زیاد، هم می نوشد زیاد، ولی هم ادرار اطراح زیاد می شد. مایات چون زیاد اطراح می شد از بدن زیاد، بنابر این کسا مایاتی که در تا در مواد غایطه هستن یا چیزی که اینها می نوشن، اینها جذب میشن دوباره، باعث میشن که مواد غایطه به شکل سخت و سفت باقی بماند. اینها همچنان مصاب به نمی قبضیت میشد. در پالویزی که یا شکرشون تداوی میشد، همچنان باید برزی ها ادویه‌جات داده شود که اینها همچنان این مشکل نستشان امی احرز همچنان حل نماید. بله بدون شک. و خطرات ناشی از قبضیت کدام ها هست؟ خب در مجموع قبضیت گفتیم اختلالات مختلف دارد و خطرناک حتی میتونند باشد. یکی از خطرهای عمده و اساسی زی و بسیار کامن زی اینه میستند که زمان که یک فرد مصاب به قبضیت باشند، اینها به مرور زمان باعث میشن که اینمیا مواد غایطه به شکل سخت باقی ببانند، باعث شوند که بندش اما را به وجود بیارند و زمانی که اما بند شد، این فرد ضرورت میشه که حتی اگر با دواها و یا اینها کنترل نشد، بنابراین ضرورت میشه با عملیات ای برطرف شود مشکلاتی، حتی سرحدش به عملیات میتونن بکشن. در پالویزی که اینها افرادی که بندش پیدا میکنند میتونن اختلالات مختلف به وجود بیارن. زمانی که یک مواد غایطه به شکل سخت سفت از مقعد خارج میشن، اینها باعث میشه که مقعد تخریش کنند. تخریش مقعد میتونه باعث خونریزی ها شوند. در پالویزی اینها میتونن که حتی باعث بواسیر شوند. بواسیر چی است؟ بواسیر گفتیم میخوایم یک مقدار معلومات بتیم، چون این بواسیر هم یک مشکل هستن که اکثریت افراد این نظمی شکایت دارن. بواسیر عبارت از امی ورید های بسیار کوچک یا شیران های بسیار کوچک که در اطراف مقعد هستن، این باعث میشن که تا به طرف خارج برن و تا خونریزی پیدا بکنن که خودش با چهار نوه دارد. نوه اولش زمان است که به داخل هستن فقط خونریزی میتن، نوه دوم زمان است که زبان که رفع حاجت میکنن اینها بیرون میشن، ولی بعض که رفع حاجت خلاص میشه اینها پس داخل میرن. نو سوم زمان است که اینها توسط با زمان که رفع حاجت میکنن نزد فرد به وجود آمده بیرون آمده، ولی باز پس که توسط خود فردی قابل ارجاع میباشد. و نو چهارم زی حالت است که به شکل دائمی به شکل بیرون باقی میماند. دیگه گفتیم میتونن که باعث انال فشار یا فیسورهای خود مقعدی شود. فیسورهای مقعدی باز با کدام حالت گفته میشن؟ ببینین دور و دور خود مقعد یک اسفنکتر هستن که اینها اجازه میتن زمان که ارادی هستن، اجازه میتن که وقت فرد ضرورت به امی فعل امی رفع حاجت کنن، اجازه میتن که مواد غایطه بیرون شون. ای باعث میشن که شخ باقی بونن ام شخی یا باعث میشن که این قسم یک قسمت از امی مقد اینها پاره شود. پارگی بسیار دردناک هستن، حتی اکثریت افراد این تحمل نمیتونن و کوشش میکنن که زودتر برن قبل تداوی صورت بگیرن. با ادویه‌جات اکثرا اینها تداوی هم نمیشن. خب یا باید بعضی افراد ما کوشش میکنیم که با وجودی که با دواهای یک مقدار درش کنترل کنیم، در پالویز باید عملیات جراحی صورت بگیرد. یک دایلیتیشن مقعد می باشد و در پالویز هم اسفنکترکتومی می باشد، یک قسمت از اسفنکتر قطع می کنند توسط عملیه جراحی. دیگه این اختلالات می توانند نزد افراد به وجود بیارند و همچنان ممکن است باعث پرولپس مقعد شود. مقعد زمانی که مواد
غایته به شکل سخت خارج بشن، ممکن است مقعد از داخل تا به طرف خارج چیز کنند که باعث پرولپس مقعد شوند. بله، چقدر خطرات زیاد داره و این موضوعی است که به گفته شما در آغاز برنامه هم گفتین خیلی ها معلومات نمیگیره در موردش و دوست هم ندارن که نزد دکتر بنا و بخاطر قبضیتشان شکایت بکنن یا هم مثلا مراجعه بکنن. خوب هست بالایی هم بیاییم که کدام افراد مراجعه بکنن به دکتر. خب در قدم نخست ما و تمام بینده های عزیز میگم زمانی که بر شما یک مشکل به وجود میاد شما نباید شرم کنین، دکتر محرم هستن، میتونین بازو مشکل خود شریک بسازین. اگر چون دوتن ما و شما یک مقدار قید و قیداد موجود هستند، اگر حتی مؤنث هستند، اگر نمیتونن با یک دکتر میل یا مرد مذکر صحبت کنن، میتونن برن با یک دکتری که از طبقه اوناس هستن با اونها بشیند و صحبت کنن و مشکل خود یادآوری کنن. در پهلویزی که چه افراد باید به دکتر مراجعه کنند، در مجموع هر فردی که کمتر از امی 3 بار در هفته اینا رفع حاجت میکنند و یا مشکل میداشته باشند، درد میداشته باشند، باید یا در مجموع باید نزد دکتر مراجعه کنند. خب اگر ما یا رو بگیر به طور خلاصه تر بگیم، اول افرادی که در ظرف 2 هفته حتی اینا رفع حاجت کمتر از 2 بار داشتن یا 3 بار یا 4 بار داشتن در 2 هفته، نه در 1 هفته، اگر در 1 هفته باشه کمتر از 3 بار، اینها باید بیان به نزد دکتر مراجعه کنند. اگر نزد یک فرد قبضیت به شکل آنی به وجود آمدن، اینها باید بیان به دکتر مراجعه کنند. و یا اگر قبضیت در گذشته فرد داشته ولی آن اختلال نزدش به وجود آمدن، باید بیان مراجعه کنند. اگر درد خیلی شدید طاقت فرسا باشن، باید اینها بیان به دکتر مراجعه کنند. خب اینمی افراد باید کوشش کنند که زودتر بدن. اگر در مواد غایطه خود سابق که خون نبوده ولی آل خون میبینن، اینها هم باید کوشش کنند به دکتر زودتر مراجعه کنند. بله دقیقا، و یک تماس همچنان داریم وصل میکنیم. بله سلام علیکم. بله بله سلام. علیکم السلام برادر، خوب هستین؟ سطرن تشکر زدنه. سلام به دکتر. سلام خدمت شما. بفرماییم برادر، تماستان وصل است، موقعیت درست اختیار بکنید، سوالتان رو بپرسید. سوال شما دکتر. بله بفرماییم. میدی من وقتی نان میخورم تو بسیار ضعیف است، شب و که استراحت میکنم تو اسید در گرون مه دوام گرفتیم انتی اسید استفاده میکنم، این جور نمیشون و... خب زمانی که گفتین خواب میکنه تا می اسید میده در دهان تا نامه، درست است؟ مواد غذایی هم هست در بین شگنه؟ بله، تیزاب هست و تیزاب تا آخر گلون مادن بسیار ناراحت کننده است، حتی شب من خواب نهیم برای. خب باز استفراغ چیز میکنین؟ گاه گاهی وقت تجا دوام و استفراغ هست، حتی گاهی وقت اونقدر مزاحمت میکنه که هیچ سرعت خواه نمیکنم. خب بسیار خوب، دیگه این سال قبضیت چیز خواه ندارین؟ نه خیلی مشکل. تشکر برادر عزیز، با پاسخ بدیم. بله تشکر از شما برادر، برنامه جان ساعت بیننده باشین، دکتر سو پاسخ گو خواهد بودن، خدا نگهدار کن. بله دکتر سو، به سوال برادر ما همچنان میپردازیم. خب اول میخوایم به سوال برادر ما جواب بدیم. افرادی که مصاب به این مشکل هستن یا در مجموع میتونیم به 2 بخش تقسیم کرد. چقدر خواهد دکتر صبح یک بار سوالشان مطرح بسازین، چون بیشتر از بینده ها شاید نفهمیده باشن. منظور از برادر ما، برادر ما زنگ زده بود گفته بود که من زمانی که نان میخورم بلخص از طرف شب بسیار سوزش بیده میداشته باشم، حتی با ایتو احساس میکنم که اینمی اسید میده ما تا دهان من، حتی خواه نهیم بریم مشکل میداشته باشم. دکتر صبح بگیریم بدر بیشه جواب میدیم. بله سلام علیکم. علیکم السلام خواهر عزیز، خوب هستین؟ صحت من؟ تشکر، زنده و سلامت باشین. تلویزیونتان رو پخش بکنین، سوالتان رو مطرح بسازین. من خودم تکلیف دارم که نمیم تکلیف بباشیم که یه نزید ازارم میکن و تفالوی از یه تندیدگی زیاد دارم. این چه لاج داره؟ خیر از عملیات لاج هم داره یا نه؟ موقعیت درست اختیار بکنین خواهر عزیز، صدایتان درست بر ما بیاین. گفتم به خاطر مسیر بسیار زیاد عذاب هست، یه خیلی از دو عملیات دیگه علاج هم داره ولی با دوا. خب بسیار خب. بله درست، سوالتان رو گرفتیم، شما بیننده برنامه باشید.
خدا نگهدار. خونگی من درد زیاد میگشت و کلم ایتون پیش بسی ازم واسن یا از بسی از اگر افتر دروز سیروز قبل برم می باشد چه وضعیتم خود لید. بله شما دکتر سیب سوال دارید؟ نه خیر. تشکر. زنده و سلامت باشین خواهر. بیننده باشین برنامه دکتر سیب پاسخ گو خواهد بودن. خدا حافظ. بله دکتر سیب سوال خواهر ما را خوب شنیدین. یک بار تکرار بکنین و جواب شما خواهد. خواهر ما گفت فکر کنم که بواسیر دارم یا هیمروید دارم، زمان بسیار خون دهندام هستن، آیا به دوا خوب میشد یا خیر؟ خب در قدم نخست برادر ما را سوالشون جواب میتیم، بعد بالایی صحبت میکنیم. خب ببینین برای برادر عزیز ما یا اکثرا افراد که از طرف شهر می شکایت دادن، در مجموع چون سبک زندگی ما افغان ها قسم هستند که ما غذای لذیذ و غذاهای فراوان و چندین نوع غذا را ما زمان بخته میکنیم که تمام اعضای فامیل باشن، بالخصوص از طرف شهر. چون تمام افراد مصروف هستند، بنابراین از طرف شب اینها یک جای میشن، غذای لذیذ و بهترین غذا را و میمونی ها را از طرف شب میباشن، یا غذا بیش از حد میخورن، باعث میشن که اینمی و بعض تحریکیت نمیداشته باشن، جسورت نمیگیرن، این مشکل با وجود میاد. ولی با برادر عزیز ما دیگه چیز میخواییم بگیم که شما در قدم نخست کوشش کنین که از تمام غذاهایی که اسید داشته باشن، یعنی ترش باشن، مرچ و مساله و اینها، دیگه آچار، ترشی و اینها، و همچنین غذاهایی که سرخ شده باشن، غذاهایی که چرب زیاد باشن، از اینها باید پرهیز کنین. در پهلویزی کوشش کنین زمانی که شما غذا میخورین از طرف شب، دو ساعت زمانی که غذا خوردین دو ساعت شما خواب نکنین، با حالت ششته و یا حالتی که فعالیت داشته باشین با اعضای فامیل صحبت کنین، قصه کنین، بعد از دو ساعت بعد شما برین به خاطر اتاق دادن، به خاطر استراحت نمودن. در پهلویش کوشش کنین زمان از طرف شب غذاهای بسیار سبک بخورین، غذاهایی را نخورین که برتون مشکل ساز باشن، غذاهای چرب نباشن، غذاهای تند نباشن و زیاد غذا هم نخورین. و اگر احساس میکنین که با چند لقمه دیگه، با دو لقمه یا سه لقمه شما سیر میکنین، کوشش کنین همون لقمه را نخورین و پرهیز کنین. بعد از او این ممکن است یک مقدار برتون پیدا کن. در پهلویزی یک تعداد ادویه ها، مثلا برادر عزیز مام گفت که ما یک مقدار دواها را میگیرم، دواهای آنتی اسید هستن یا پرازول است یا پروتئین پم هینوبتور هستن، گفت میگیرن، ولی شاید مقدارش درست نگیرن. خب به برادر عزیز میگم در پهلویزی که این مشکل ها می سایر کارهای را گفتم که انجام بتن، بهشون پیشنهاد میکنم که دوای خود آنتی اسید که شما میگیرین اینها را نیم ساعت بیشتر از غذا بگیرین، و اکثرا از طرف صبح، از طرف صبح، از طرف شب و از طرف چاشت نیم ساعت پیش از غذا استفاده کنید. حتی بهبود پیدا کنید، فقط یک دوای آنتی اسید که مانند اومیپرازول یا پنتاپرازول هر کدامش بود، از این فقط روزانه از طرف صبح نیم ساعت پیش از چای صبح این استفاده کنید. و همچنین باید بگویم که شما هیچ وقت خود گشنه نگاه نکنید. ببینید بدن انسان قسم هستن، بالخصوص سیستم هضمی، که بیخی یک بیولوژیک کلاک دارن، یک ساعت دارن که و وادی غذایی که شون اون واده اسید معده افراز میشن. به طور مثال ما هر روز ساعت 8 بجه نان چای صبح میخوریم، ساعت 12 بجه نان چاشت میخوریم و ساعت 6 بجه نان شب میخوریم. اگر ما وعده های غذایی خود در وقت نخوریم چی میشن؟ اسید معده افراز میشن. خود اسید معده باعث میشن که اینمی هایپر اسیدیتی رو به وجود بیارن، باعث تخریش معده شون. بنابراین این مشکلی که سوزش معده یا دلجوشی از فرد به وجود میان اینمی میباشن. در پهلویزی کوشش کنن که از مواد دخانیات و سکرات و الکل اینها استفاده نکنن. بله. تمام چیزایی که کافئین و نیکوتین داره استفاده نکنن. در بالای مری یک اسفنکتر هستن. این اسفنکتر زمانی که ما نیکوتین استفاده کنین یا زمانی که ما کافئین استفاده کنین، باعث میشه که این اسفنکتر شل شون. اسفنکتر وظیفه‌ش اینه میسه زمانی که ما غذا میخوریم، غذا از طریق مری را داخل میکنه داخل معده و نمیگذاره که غذا دوباره به بالا بین و اسید عطا بالا بین. زمانی که اینمی نامد، باعث میشه که فرد هیچ اعراض و علائمی نداشته باشن. وقتی سیگارت یا الکل یا چیزای نشدنی باب میخورن، بلخصوص انرژی باب، چون در وطن ما زیاد مردم از انرژی استفاده میکنن، این انرژی و کیفیتش هم اینقدر خوب نیستن، بنابراین باعث میشه که نمیز فنکتر پانشن. خود اسید معده زمانی که در میری داخل شد، باعث تخریش میری میشن که این دلجوشی و یار نزد افراد به وجود میاره. بله تشکر از شما دکتر سیب، ان شاءالله که برادر ما همچنان سوالشان پاسخش گرفته باشه. و یک میان برنامه خیلی کوتاه میگیریم، دوباره زود بعد برمیگردیم و سوالاتی که شما میخواین بپرسین، بس شماره تماسی که روی صفحه تلویزیون تان است با تماس شین، هر سوال داشته باشین میتونین از دکتر سیب بپرسین. میان برنامه داریم، دوباره زود بعد.
برگشتیم. دوستان عزیز در ادامه برنامه خودتان برنامه جهان صحت هستیم و شما هایی که سوال داشته می باشین حتما برنامه تماس بگیرین و شماره تماس برنامه همچنان هست 0384-3939-40 و دکتر صبح حامد قادری هم با خود داریم در رابطه با قبضیت می خواستن صحبت هایی داشته باشن. دکتر صبح می پردازیم به سوال خواهر ما که تماس گرفته بودن و گفتن که بواسیر دارن و خونریزی هم بیش از حد داره و باید کدام دواها رو بگیره یا هم چیگونه جلوگیری؟ خب ببینین بمشیری عزیز، میخوایم بگویم که اول باید تشخیص، اگر نزد یک دکتر رفتن و دکتر تشخیص نمودن که شما مثلا با بواسیر هستین یا بواسیر دارین، او یک مسئله جدا هستن. اگر خود بیمار اکثر وقت نمیتونه تشخیص کنه که آیا این انرفشر هستن یا پارگی قسمت معقد هستن و یا بواسیر هستن و یا پرولپس خود معقد هستن، این اکثر بیماران نمیتونن قابلیت تشخیص زیرا ندارن که تشخیص تفریقی کنن که کدامش هستن. چگونه اینا رو میتونن که مثلا تفریق تشخیص بکنن که کدام اینا رو من مبتلا شده مثلا؟ خب گرچه اگر ما بگیم که تشخیص تفریقی زیر صورت بتن یا بسیار زیاد هستن موضوعشم، ولی بازم چون شما سوال کردین میخوایم یک مقدار معلومات بتن. بله خب ما گفتیم که در قسمت انالفشار اکثر افراد یک درد بسیار شدید میداشته باشن ولی از خونریزی قدر شکایت ندارن. بله. کسایی که مصاب به هیمروید یا بواسیر هستن اینها اکثر خونریزی میداشته باشن ولی درد قدر شدید نمیباشن. ولی افرادی که در پرولپس رحم دارن زمان امی رفع حاجت اینها کوشش نشون قدر درد به وجود میاد، ولی افرادی که به انال فشار هستن یا اینها بود بیشتر در اکثر وقت حتی در بدون زمان رفع حاجت اینها درد می داشته باشن. خب اول یا کوشش کنن که در نزد یک دکتر برن و تشخیص کنن که این مشکلشون چیست، آیا مصاب به می است یا خیر. در پهلوی زی میخوایم به همشری عزیز بگیم که با این ادویجات که شما اگر استفاده کنین، ادویجات موجود هستن که اینها میتونن اعراضش یا امی مشکل تا یک حد کنترل کنن. به طور مثال میتونن خونریزی را کم کنترل کنن، اگر درد وجود دارد درد کنترل کنن. ولی برشان پیشنهاد میکنم که یا باید برن پیش دکتر چون با دواها نمیتونن به طور کامل یا بهبود پیدا کنن، یا باید کوشش شون که برم نزد یک دکتری که جراح یا را با جراحی میشن و بعد اونمو سایه را مکمل بر میدارن و یکقدر عملیات زیاد خطرناک هم نیسته. بهترین رایش و بهترین روشی که باید انجام شد اونمو جراحی هستن که باید برداشته شوند. بله دقیقا عالی است. و کسایی که مثلا میخوان سوال داشته باشن و دکتر صبح هم پاسخگو باشن برشان، میتونن که با شما تماس همچنان پیام بگذارن که یکی از بیننده های ما همچنان پیام گذاشتن. دکتر صبح گفتن مثانهشان درد داره و دلیلش پرسیدن و همچنان گفتن که دوایش چی هست و چی دوا بگیرم که خوب شود. خب ببینین مثانه برادر عزیز ما که پرسان که مثانهشان درد میکنند، در قدم نخست یا مربوط به سیستم امی تناسلی میشن، مربوط به دکترای یورولوژیست میشن. ولی باز ما به برادر عزیز میگم که باید این تشخیص تفریقی بگیرن. عوامل مختلف است که میتونن باعث مشکلات سیستم ادراری شن. خب در قدم نخست میتونن التهابات باشن یا سیستایتیس. زمانی که امی خود مثانه انتانی میشن ممکن است از باعث زی باشن. ما چون برادر عزیز ما نبود که از یک تصورات میکنیم ممکن است ناشی از سنگ ها باشن و سایر عوامل باشن، آیا با سایر اختلاط مانند سوزش ادرار دارد یا خیر دارد، آیا خود زود تشتاب میرد یا خیر، آیا درسته به تماس میگیریم؟ بله دوباره برمیگیریم. بله بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، بفرمایید تماستون وصل است. متاسفانه تماس همچنان قطع شد. شما هایی که میخواین به تماس شین لطفا اختیار درست موقع درست اختیار بکنین و همچنان تلویزیونایتون رو پخش بکنین. کسایی که به تماس میشن تلویزیونایشون رو بلند میگیرن. متاسفانه ما نمیتونیم صدایشون رو به درستی بد داشته باشیم. و امینی با سوال ما که دکتر صبح در ادامه میخواستین جواب بدین. ما متاسفانه کسشون تماس نداشتیم. بله. فقط یک پیام کوتاهی مانده بود که مثانه‌ام درد میکنن. باید تشخیص شون که آیا ناشی از میکروب هست، ناشی از سنگ هستن، آیا خود سوزش ادرار دارد یا خیر، آیا زود تشنب میرد یا خیر. باید اینها کلش سوال شد و بعد اینها معاینات صورت بگیرن که تا تشخیص شون چی عامل باعث شده که مثانه اینها را درد بگیرن. اگر ناشی از میکروب باشه انتیبیوتیک زیاد است مانند نیتروفلاویتین، سیپروفلاکس و غیره دواهایی هستند که بسیار موثر هستند. اگر ناشی از سنگ باشن باید سنگ ها عملیات شون و باید برطرف شون. اگر کوچک باشن مشکل نیست، میتونن با ادویه
کنترل صورت بگیرن. اگر زیاد هستن با تا باید اینها عملیات سپری کنن و این سنگ ها کشیده شوند. خب باید بیمار برن به خاطر معاینات، خود معاینات مختلفی موجود هستن که این برشان کمک کننده میشه. ولی اکثر افراد چون امی سیستم تناسلی خود یا امو حفظ صحه خود در مجموع مراد نمیکنن، اینها می داشته باشن و همچون غذاهایی که استفاده میکنن. بنابراین بعضیا پیشنهاد میشن که کوشش کنن برن از یک دکتر و معاینات انجام بدن. بله دکتر صاحب، اگر مثلا ایشون سنگ هم نداشته باشه و میکروب هم نداشته باشه و وقت معاینه تلویزیونی مثلا میکنن، دکتر بهشون بگه که اصلا مشکل نیست و همچنان سوزش و اینا رو یادداشت از او هم نداشته باشه، چون یکی از کسایی که مسیج مانده بودن همینا رو پرسیده بودن که هیچ یکی از این عوامل نیست در وجود ما، ولی ما باز هم مثلاً درد داره. خب ممکن است ناشی از بندش بوده باشن، بند بوده باشن. بعضی آلت‌ها هستن که این مجرایی که از مثانه میان با خود حالی تناسلی وصل میشن، بعضی آلت‌ها این بندش پیدا میکنند. بندش چیزی باعث میشن که ما به طور مثال اگر سند کلان باشن، سند کلان باشن، فرد ممکن است پروستات داشته باشه. خود پروستات باعث شدن که غده هایپرتروفی کرده، بنابراین هایپرتروفی بزی باعث شدن که مجرای همین اطراحی رو بسته کنن. بندش چیزی باعث شدن که اینمی یک مقدار خود ادرار در داخل مثانه باقی بانن و همچنان اینمی مشکل نشت با وجود بیارن. بله تشکر شما دکتر صاحب و انشالله که برادر یا خواهر ما که مسیج مانده بودن پاسخ از سوالات شانه گرفته باشن. میایم بالای که دکتر صاحب، موضوع امروز ما هم در رابطه با قبضیت بود. قبضیت نزد اطفال چیگونه هست؟ خب ببینیم اکثرا اطفال یک بخش بسیار مهم و اساسی که در نزد اطفال باید یادآوری شوند، اطفال که نوزاد هستند و یا اطفال که نمیتونن صحبت نمایند یا اکثرا می مشکل خود گفتن نمیتونن یا باید ترشی که ما میگیریم از مادر طفل گرفته شوند. خب یا اکثرا زمانی که طفلا مثلا به قبضیت میشوند چون شکمشان درد میکنن، با شکم درد بودن اینها اکثرا پایه خود طرف شکم خود جمع میکنن و چیغ میزنن. کی تاریخچه را میشن از مادرش پرسان شد، بعضی که پرسان کرد و ددویجات مانند دواهای مختلف هست که میتونن بر جای استفاده کنن تا این مشکل نزدشان حل شوند. بله دکتر صاحب، خیلی از افرادی که دچار قبضیت میشن از جونی بادیان یا هم بادیان استفاده میکنن، چقدر مفید هست وقتی اونا استفاده میکنن یا هم شاید مضر باشه، از این میشه یادآور؟ خب در بخشای دواهای یونانی خطر نمیخوایم نظریه بتم چون از ما مسلک ما جدا هستن، اگر بگیم با دکترای حکیم صاحبا باز نشن که خفه شون. ولی برای تمام بیننده عزیز میگم دواهایی که شما استفاده میکنین مانند این دوا امی بادیان و جوانی بادان اینها یا دواهایی هستن که اکثرا تسکین کننده درد میباشن، درد تسکین میکنن یا دیگه قدر موثریت ندارن. تا جایی که ما آگاهی داریم بعضی پیشنهاد میشن که شما برین عاملش رو دریافت کنیم بعد دواهایی بگیریم که باعث شون مواد غایطه رو به شکل نرمتر تبدیل کنن تا با آسانی دفع شون. بله تشکر از شما دکتر صاحب. در رابطه به این هم میشه یادآور شوین که چگونه جلوگیری بکنیم از این که مبتلا به قبضیت شد؟ یک بخش عمده و اساسی که میخوایم به تمام بیننده‌های عزیز تلویزیون جهان بگویم اینمی هستن که ما چگونه میتونیم از این قبضیت جلوگیری کرد. خب چون اکثر مریضایی که بر ما مراجعه میکنند اولین سوالش اینه دکتر صاحب چی کنم تا این مشکل حل شود، دکتر صاحب کدام دوا را استفاده کنم، سوال زوم اکثر نمی باشن. خب در قدم نخست به تمام بیننده‌های عزیز میخوایم بگویم که شما کوشش کنید آب زیاد بنوشین. در فصل گرما چون فصل گرما هم آمدنی هستن، هوا گرم میشن، کوشش کنین هوا هر قدر میتونین آب بنوشین. یک فرد نرمال روزانه باید 1.5 تا 2 لیتر آب ای بنوشن که ای برشان موثر هستن. در پلویزی هرگاه ضرورت به رفع حاجت میکنن، هرگاه اینامی ایجاب مزاج میخواین بکنن اما وقت که ضرورت میداشته باشن باید برن. در پلویزی غذاهای استفاده کنند که اینها آوی فایبر باشند. فایبر کدام غذاها می داشتن باشند؟ غذاهایی که میوه‌جات هستند، سبزیجات هستند و در پلویش
یک تعداد غلجات هستن و غذاهایی که سبوسدار هستن از یا بیشتر استفاده کنند. دیگه کوشش کنن تحرکت داشته باشن. هر قدر تحرکت و فعالیت فیزیکی داشته باشن امی قدر برشان موثر هستن. اکثریت کسایی هم که مراجعه میکنن امی چیز هستن، افراد هستن که موسن هستن، سنشان زیاد هستن بر مماری، چون یا تحرکت ندارن. بعضی ها پیشنهاد میشن که شما روزانه از طرف صبح برای نیم ساعت حداقل بر قدم بزنین، چون یک مقدار خوبتر است نزدشان. یک تماس هم داریم دکتر صبح وصل میکنیم. بله سلام علیکم. بله بله سلام علیکم خواهر عزیز، فرمایید. متاسفانه تماس شانم قطع شده، امروز نمیفهمم چرا تماس ها قطع شده میره، ولی فکر بکنم یکی از دلایل شی است که موقعیت درست اختیار نمیکنین. شما هایی که در برنامه بعدی ان شاء الله تماس خواهید گرفت و شماره تماس 0743349940 با تماس شوید و لطفا یک موقعیت درست اختیار بکنین تا اینکه ما بتونیم سوالات شما را همچنان مطرح بسازیم و دکتر صبح هم پاسخگو باشن. بله دکتر صبح میپردازیم. یکی خو گفتیم که غذاهای استفاده کنید که اینها وی فایبر هستن، میوه‌جات، سبزیجات و همچنین غذاهای سبوسدار. تحرکت داشته باشن، فعالیت فیزیکی داشته باشن، کوشش کنن که یا را انجام بدن. و همچنین تمام غذاها بالخصوص یا از طرف شب کوشش کنن غذاهایی را استفاده کنن که اینها مقدار نرم باشن و همچنین غذاهای بسیار سبک استفاده کنن، چون از طرف شب اکثر نیا برای غذا که میخورن نوانا میرن تخت خواب و خواب میکنن. بنابراین بعضیا توصیه میشن که حداقل کوشش کنید غذا رو کم بخورین و همچنین غذای سبک باشن و در پلیزی که میگیرین یک دو ساعت الا دو نیم ساعت کوشش کنید بیدار باشین و بعد برین استراحت کنید. بله چقدر خوب است. و دکتر صبح در رابطه با غذا یادآور شدین، غذاهای چرب یا همیشه گفت کم نمک یا پر نمک چقدر رول داره بالای قبضیت؟ خب در مجموع ببینید غذاهایی که باعث مشکلات میشن مختلف هستن. اکثرا غذاهایی که مثلا ثقیل هستن، لوبیا هستن، نخود هستن و همچنان گوشت و اینها و غذاهای چرب، تمامشان اینها ناراحت کننده هستن. اگر یک فرد نرمال هم، یک فرد جوان هم اینمی غذاها را استفاده بکنن حتی یک درد شکم می داشته باشن. ما قسمی که بیشتر گفتیم، ما زمانی که غذاهای لذیذ و زیاد پخته میکنیم زمانی که کل اعضای فامیل باشن و او هم از طرف شب هستن. چون افغان ها کلشان مصروف کار می باشن، در مجموع در کل جای هستن مصروف کار می باشن، زمانی که فامیل کنار هم باشن و قصه باشن و خنده باشن و میمونی باشن باز اینه می دار هر قدر که غذا باشن و حتی به خود نمیفهمن. بله پس خوب است از غذا استفاده بکنن ولی دو ساعت بعد بخوابن. بازم تشکری می داشته باشیم دکتر صبح. شما موضوع خیلی خوب را همچنان انتخاب کرده بودین و انشالله که شما هایی که بیننده هستین تا پایان برنامه ما را همراهی کرده باشین تا اینکه باز هم علینا رعوف با دکتر صبح در خدمت شما قرار می گیریم. شما را بلای پاک بی نیاز می سپاریم. بدرود.